اگه دوست داری یاد بگیری چطور به سادگی نقاشی دیجیتال بکشی با من همراه باش. سلام دوستان، نسیم هستم. خوش اومدین به کانال خودتون. امروز قراره روند کشیدن یه نقاشی دیجیتال رو با برنامه ای20 Paint X ببینیم و یه سری نکته در این باره یاد بگیریم. در مرحله اول همونطور که توی ویدیوی قبل توضیح دادم، تقسیم بندی کلی صورت رو میکشیم و طرح کلیمون رو در میاریم. بعدش اپاسیتی این لایه رو میاریم پایین و با اون علامت مثبت یه لایه جدید میسازیم و روی لایه جدید طرح اصلیمون رو از میون خط خطی های اسکچ در میاریم و مرتبش میکنیم و بر لایه پایین رو که روش اسکچ اولیمون رو کشیدیم رو خاموش میکنیم. حالا یه لایه زیر اون لایه درست میکنیم و رنگ پوست رو همونطور که در ویدیو دیدین انتخاب میکنیم و رنگ میزنیم. بعدش برای اینکه ببینیم پوست رو کامل رنگ زدیم یا نه، یه رنگ تیره زیر این لایه ها میذاریم. روی یه لایه جدا زیر این دوتا لایه که الان درست کردیم باید بذاریمش. همونطور که میبینید پوست کامل رنگ نشده، پس با یه براش مناسبتر قسمتهایی رو که رنگ نکردم رو رنگ میکنم و بعد اضافه هاش رو با ابزار پاک کن پاک میکنم. لایه‌ای که خود تسلیم روش بود و خاموش کردم و با ابزاری که الان توی ویدیو میبینید قسمت رنگ شده پوست رو انتخاب کردم و بعد لایه‌ای که خاموش کرده بودم رو دوباره روشنش کردم. بعد یه رنگ تیره تر و قرمز سر برای سایه انتخاب کردم و با براشی که توی ویدیو میبینید سایه دادم و با ابزار بلند محوش کردم و همینطوری که میبینید سایه ها رو کم کم اضافه کردم و محو کردم. دلیل این که صورت رو به حالت انتخاب در آوردیم اینه که وقتی که میخوایم رنگ بزنیم و سایه بدیم، رنگ هامون از خطوط اصلی خارج نشن و مجبور نشیم دوباره اونا رو پاک کنیم، دوباره رنگ کنیم و از اینجور کارا. لب ها رو هم روی لایه جدید با براش و قلم و ابزار محو و پاک کن همونطور که توی ویدیو میبینید کشیدم. توی این ویدیو برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه من مجبورم مختصر توضیح بدم، اما اگه دوست دارین یه توضیح کامل درباره اجزای صورت توی نقاشی داشته باشین حتما به هم بگین که توی ویدیو جداگونه چشم ها و بینی و لب رو به طور کامل توضیح بدم و یاد بدم. حالا با یه رنگ روشن‌تر از پوست روی صورت رو هایلایت میذارم و محوش میکنم و بعد با همون ابزاری که به حالت انتخاب درش آوردم طبق ویدیو از حالت انتخاب خارج کردم و بعد با یه رنگ قهوه‌ای ابروها رو رنگ کردم و قسمت سفید چشم‌ها رو هم سفید کردم و چشم‌ها رو هم سبز رنگ کردم. همونطور که توی ویدیو میبینید این لایه رو با لایه پایینش یکی کردم و با سبزهای پررنگ و کمرنگ و با ابزار محو روی همون لایه اصلی پوست چشم رو تکمیل کردم.
بعد یه لایه زیر لایه پوست ایجاد کردم و موها رو قهوه‌ای کردم و اضافه‌اش رو پاکم پاک کردم و با همون روشی که صورت رو به حالت انتخاب در آوردم با همون روش هم موها رو به حالت انتخاب در آوردم. قسمت هایی که باید تیره تر می بود و سایه های تیره زدم و قسمت های روشن و سایه های روشن تر زدم و بعد با ابزاری که می بینید این تیرگی و روشنی ها رو به حالت مو در آوردم. فکر می کنم توی ویدیو مشخصه که چطوری این کار کردم، ولی اگه اینم مشخص نیست به هم بگین تا یه ویدیو جدا دربارش بسازم. بعد یه لایه جدید روی لایه پوست ایجاد کردم و موهای ریز جلو رو کشیدم. بعد یه لایه جدید ایجاد کردم و هدبند مدل رو رنگ کردم و طبق ویدیو همونطور که پوست و مو رو به حالت انتخاب در آورده بودم هدبند رو هم به حالت انتخاب در آوردم و طرح دادم و سایه دادم. و بعد از حالت انتخاب خارج کردم. بعدش یه لایه زیر لایه موها ایجاد کردم و لباس رو رنگ کردم و قسمت اضافه رنگ شده پوست رو که روی لباس قرار می گرفت رو پاک کردم و بعد به حالت انتخاب در آوردم و سایه های تیره و روشن روش ایجاد کردم. و یه لایه جدید زیر لایه خطوط اصلیمون که بالاتر از همین لایه های دیگه است ایجاد کردم و گوشواره رو با رنگ خاکستری های تیره و روشن رنگ کردم. و بعد لایه گوشواره رو همونطور که دید با لایه هدبند یکی کردم و لایه هدبند رو با اون لایه که موهای ریز روش بود یکی کردم و بعد روی لایه جدید پشت چشم سایه انداختم و محو کردم و مژه کشیدم. اگه تا اینجای ویدیو از این ویدیو خوشت اومده همین الان ویدیو رو لایک کن. و اینکه دوباره بگم من برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه نمیتونم کامل اجزای صورت رو توضیح بدم. اگه دوست دارین اجزای صورت رو به صورت جداگونه یاد بگیرین، مثلا اینکه چطور موژه و چشم و بینی و لب بکشیم رو یاد بگیرین، توی کامنت ها حتما بهم بگین که یه ویدیو جدا دربارش بسازم. و حالا با رنگ پوستی که یه خورده از تیره ترین سایه پوست تیره تر بود لکه های ریز کشیدم و کمی با ابزار بلند محوش کردم و بعدش رنگ مناسب تر برای پس زمینش درست کردم. اگه دوست داریم بازم کلی ویدیوی مفید آموزشی ببینید حتما کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و کانال منو به دوستای نقاشی دوستتون معرفی کنید. ممنون که تا آخرین ویدیو من همراه بودین. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خدافظ.